سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی، در خدمت شما هستم با برنامه پشت دیوارهای زندان، دیوارهایی که دشمنان آزادی در پشت اونها جنایت‌های ضد انسانی خودشون رو مخفی می‌کنن و تلاش می‌کنن که با شکنجه و سرکوب زندانی رو بشکنن و ارزش‌های انسانی رو ازش بگیرن. اما هیچ دیکتاتور جنایتکاری از جمله دیکتاتوری مذهبی حاکم بر کشورمون موفق نشده به این هدف برسه و شعله مقاومت رو در پشت دیوارهای زندان خاموش کنه. در برنامه امشب ابتدا خلاصه خبرهای زندانها در هفته گذشته رو مرور میکنیم. بعد از اون برنامه شعر و ادبیات زندان رو خواهیم دید با عنوان نامه احمد خرم‌آبادی به مادرش. در ادامه قسمت دوم گزارش از زندان وکیل‌آباد مشهد و فجایعی که در اونجا اتفاق میفته رو داریم و در پایان هم به معرفی مدیر کل زندانهای استان خراسان رضوی و سوابق اون خواهیم پرداخت. توجه شما را به خلاصه ای از خبرهای هفته گذشته زندانها و زندانیان سیاسی جلب میکنم. در هفته گذشته زندانی سیاسی محمد قبادلو از دستگیر شدگان قیام 1401 و زندانی عقیدتی سیاسی فرهاد سلیمی اعدام شدند. در هفته گذشته دست کم 18 زندانی جرائم عادی در زندان‌های شیراز، همدان، قم، زاهدان، مشهد، سبزوار، شیروان، اصفهان، رشت و قزلحصار کرج اعدام شدند. روز پنجشنبه حکم اعدام زندانی سیاسی یوسف احمدی در دیوان عالی رژیم تأیید شد. وی در شهریور 1402 به اتهام بغی در بیدادگاه سنندج محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. روز چهارشنبه زندانی سیاسی علی عبیدآبی در بیدادگاه ماهشهر به اعدام و 4 سال زندان محکوم شد. وی در سال 1398 به اتهام حمله به پایگاه بسیج در شهر حمیدیه دستگیر شده است. بر اساس گزارش ها زندانی سیاسی مهدی موسویان در معرض درآوردن چشم قرار گرفته. این زندانی سیاسی از دستگیر شدگان قیام دیماه 1396 است که توسط قضایی رژیم به کور شدن چشم محکوم شده است. خانم بهاره شیری، مادر علی عباسی از شهدای قیام 1401 در سمیرون توسط قضایی رژیم به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام این مادر دادخواه تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت نظام است. زندانی سیاسی ناصر داله در زندان ماکو دست به اعتصاب قضا زده است. زندانی سیاسی هاشم خواستار در زندان وکیل‌آباد مشهد علی‌رغم بیماری و وضعیت نامساعد جسمی از رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. وی در روزهای اخیر به یک بیماری مبتلا شده و از تب و لرز، سردرد و تهوع رنج می‌برد، اما عوامل رژیم اجازه اعزام او به مراکز درمانی را نمی‌دهند. در برنامه امروز شعر و ادبیات زندان نامه فدایی شهید احمد خرم‌آبادی به مادرش رو خواهیم شنید. این نامه که 52 سال پیش در قالب شعر در زندان اوین سروده شده بیانگر روحیه مقاومت و عزم زندانیان سیاسی و انقلابیون در دوران دیکتاتوری شاه. این شعر که از بهترین و انگیزاننده ترین آثار ادبیات زندان و مقاومت در ایران هیچ وقت کهنه نمیشه، چون مبارزه با دیکتاتوری هنوز در ایران جریان داره. این نامه را به دلیل طولانی بودن در 3 قسمت تقدیم حضورتون میکنه. توجه شما را به اولین قسمت این برنامه جلب میکنه. یکی از قوی ترین و زیباترین شعرهای زندان در تاریخ معاصر نامه فدایی شهید احمد خرم‌آبادی به مادرش. وقتی احمد توسط ساواک شاه دستگیر شده بود، مادرش به شاه نامه می نویسه و ازش درخواست می کنه که پسرشو ببخشه. شاه هم با این شرط که احمد ابراز ندامت بکنه و به خدمت رژیم در بیاد، درخواست مادر رو قبول میکنه. اما احمد وقتی از ماجرا مطلع میشه
نامه‌ای خطاب به مادرش می‌نویسه و این نامه که در زندان اوین سروده شده و نشون دهنده روحیه مقاومت، فداکاری و تسلیم ناپذیری مبارزان راه آزادی اینطور شروع میشه. مادر خوب سلام، دست پر درد تو را میبوسم. برادرانم خوبند؟ راستی مادر جان، رفیقان عزیزی که ز من میپرسند، لطف کن عرض سلامم برسان. پدرم، آه مادر، دیشب خواب دیدم پدرم بیمار است و روی مهتابی مشرف به حیات خفته در بستری و تبدار است. خواب دیدم که غروبی است دلنگیز و بهاری دلتنگ و تا در گوشه تاریک اتاقی غمناک زانوان را به بغل کرد و می نالیدی. پسرم، وای خدا، گشت چه خاکی به سرم. مادر، به تو سوگند که از بحر تسلای تو نیست، نه فقط خانه ما غمبار است و نه تنها پدرم بیمار است، چه بروجرد و لرستان و چه گیلان و سپاهان و چه شیراز و چه کرمان و به هر خطه در این مدخل زندان بزرگی که بود کشور ایران، صبح غمبارتر از تنگ غروب است. غروب از شب تاریک دل آزارتر و کوه و در و دشت همه تیره و تارند. و چه بسیارند پدرها ز کرد و لر و گیلک، ز ترک و عرب و فارس زبانی که ز بیداد و ستمکاری زحاک زبانه، که به خونخاری و خونریزی به زحاک زده نارو و بسته است چنگیز مغل دست و در صحنه صفاکی و در قتل و جنایت رکورد همه تاریخ شکسته است و در عرصه بدنامی و بیشرمی و نامردی و نامردمی از شهر گذشته است. بله ای مادر محبوب، زیادند پدرها که زداغ پسرانی که به زحمت دیگه عمر به پرورد جوانان ولی ذاتش رگبار مسلسل تنشان گشته مشبک، زدق مرده و یا راهی دنیای جنون گشته و یا چون پدرم در شرف مرگ به بستر شده بیمار و نزارند. باری مادر محبوب، پس از عرض سلام و از این طول کلام، مطلبی با تو مرا در کار است. مادر از تو گله ام بسیار است. مطلب این است که دیروز نگهبان در سلول مرا باز نبود و زپایم به عطوفت قل و زنجیر گشود و مرا برد به زندان، به اتاقی که در آن دشخیم است. ها نگویی مادر که مرا ذره از این سگ زنجیری زندان بیم است. باری آن مردک دشخیم که از پنجره می دید، ز جا جست و دوید تا به بیرون اتاقی که در آن بود به استقبالم و در این طول زمان داد چندین سلام و به تملق پس هر بار پیاپی می گفت بنده از دیدنتان خوشحالم. الغرض برد مرا توی اتاق، روی مبلی بنشان و نبودی که ببینی مادر که چسان مردک دشخیم چو سگها می کرد، انقدر لابه و دربندگی و عجز نمود، انقدر لب به سخن بست و زنو باز گشود، جان من را به لبانم برساند. آخر الامر چنین گفت. از اینجا به بعد احمد برای مادرش بازگو می کنه که ساواک چه پیشنهادی بهش کرده و اون چه پاسخی داره. در قسمت بعد پیشنهاد ساواک و پاسخ احمد خرم‌آبادی و همینطور سرنوشت مادرشو دنبال میکنه. در برنامه هفته قبل گزارشی از زندان وکیل‌آباد مشهد رو دیدیم. امروز قسمت دوم این گزارش رو با هم میبینیم. زندان وکیل‌آباد مشهد با فجایع انسانی. در قسمت اول به ساختار زندان وکیل‌آباد تا کارگاه بند 6 پرداختیم. در این قسمت به ساختار بند 6 می‌پردازیم. بند 6-1 تعداد 7 عمومی و 2 سوئیت دارد که برای زندانی‌های زیر حکم اعدام. شب قبل از اعدام زندانیان را از داخل بندهای عمومی به این محل می آورند و به سویت های بند 6-1 منتقل می کنند. زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوس هستند. بند 6-1 تنها بندی است که درب ورودی آن مانند درب یک اتاق اداری و بی‌نام‌ونشان است و علامتی ندارد تا کسی متوجه بند زندانیان سیاسی نشود. در کنار آن، حفاظت اطلاعات زندان با یک درب اختصاصی قرار دارد که داخل بند 6-1 باز می شود. کلیه زندانیان سیاسی در هر اتاق با دو دوربین نصب شده زیر نظر هستند. در ابتدا و انتهای حمام و توالت هم دو دوربین نصب شده و کلیه تحرکات زندانیان در هر نقطه‌ای کنترل می شود. و
عمومی های بند 6.1 عمومی 1 خدمات و وکیل بند عمومی 2 شامل معتادین به قرص و متادون و کارت قرمزی های زندان وکیل‌آباد عمومی 3 شامل زندانیان خارجی، متهمین مواد مخدر و زندانیان عقیدتی عمومی 4 شامل زندانیان عقیدتی اهل سنت عمومی 5 شامل افرادی که سابقه حضور زندانیان سیاسی را دارند می باشند. عمومی 6 شامل کسانی است که در بندهای دیگر دعوا، مواد فروشی و خلاف می کنند. عمومی 7 شامل موارد ممنوع الملاقاتی ها می باشند. ممنوع الملاقاتی ها ممکن است قاتل، کلاهبردار، قاچاقچی و یا عقیدتی و سیاسی باشند. بستگی به دستور قاضی پرونده داره. این افراد از همه حقوق خود از جمله حق ملاقات با خانواده و تلفن محروم هستند و حتی گاهی اوقات از هواخوری هم محروم می شوند تا زمانی که قاضی و بازپرس دستور بدهند. زندان انفرادی یک درب فولادی سلایی دارد. ابعاد آن 3x2.5 متر است. 2 دریچه کوچک روی درب قرار دارد. یک دریچه مقابل صورت زندانی هنگامی که میسته و برای دریافت غذا و دارو است. و یک دریچه دیگر پایین پا قرار داره که برای از بین رفتن بخار موجود و بیرون گذاشتن زباله هاست. 1.5 متر از فضای سلول برای حمام و توالت استفاده شده. بوی توالت و بخار حمام زندانی رو به شدت آزار میده. جایی برای پهن کردن لباس و حوله وجود نداره. حوله‌ای که به زندانی میدن هیچگاه تعویض نخواهد شد. به هر زندانی نفری 3 پتو میدن اما پتوها بسیار کثیف و بدبوست چون شسته نمیشود. بله این گوشه‌ای بسیار کوچک از نقض فاجعه بار حقوق انسانی در زندان وکیل‌آباد است. آخرین قسمت برنامه امشبمون معرفی مدیر کل زندان‌های استان خراسان رضویه که با هم می‌بینیم. مدیر کل جنایتکار زندان‌های استان خراسان رضوی سعید سرباز جانفدا مدیر کل زندان‌های استان خراسان رضوی یکی از عاملین اصلی نقض حقوق بشر در این استان است. تراکم بالای جمعیت، نبود هوای مناسب، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، عدم دسترسی متناوب به هواخوری، پرونده سازی برای زندانیان سیاسی در زمان تحمل حبس، محروم کردن آنان از رسیدگی پزشکی مناسب، محروم کردن از تماس تلفنی و ملاقات از جمله موارد نقض حقوق بشر در زندان‌های این استان است. او همچنین در اجرای احکام اعدام در تمام زندان‌های استان خراسان رضوی نقش دارد. زندان وکیل‌آباد مشهد به عنوان یکی از زندان‌های تحت نظارت وی از زندان‌های بدنام ایران است. موارد فراوانی از نقض سیستماتیک حقوق زندانیان در این زندان گزارش شده است. این مسئله سبب شد وزارت خزانه‌داری آمریکا در مهر ماه 1399 زندان وکیل‌آباد مشهد را در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار دهد. خب بینندگان عزیز به پایان مجموعه برنامه پشت دیوارهای زندان رسیدیم. از همه شما دوستان بیننده و همراهان برنامه میخوام هر خبر یا گزارشی از زندانها دارین برای ما بفرستید و ما رو در تهیه این برنامه یاری کنید. با تشکر از اینکه همراه ما بودید وقتتون بخیر و خدا نگهدار.